آمین. مطمئنم بعد از این سمینار دو روزه بی‌نظیر که قلبمون پر از محبت خدا شده، این ظرفیت رو پیدا کردیم، این استطاعتمون بیشتر شده که امروز از عیسای زنده بشنویم، نه فقط بشنویم بلکه او رو ملاقات کنیم. آمین. قبل از اینکه شروع کنم میخوام از طرف پاستور کلیسا و همینطور خودم کمال تشکر و امتنان رو نسبت به عزیزانی که از صبح همینطور دارن پیام تبریک میرسونن به سمتون برسونم، تشکر کنم. امیدوارم حمل بر بی‌توجهی نباشه. معمولا توی این عیاد ما سعی میکنیم که به طور گروهی ازتون تشکر کنیم. ممنون برای تبریکات پرمهرتون. ولی چیزی که امروز عزیزان حائز اهمیته، از اهمیت خیلی خاصی برخورداره و باید مرکز توجه و عشق و علاقه ما باشه، یعنی توجه و محبت به اون بکنیم، اینکه مسیح از مردگان برخواسته. آمین. و امروز این خداوند همیشه زنده و جاوید در بین ماست. نمیدونم حضورش رو احساس میکنین؟ او در بین ماست، او در بین ماست. حقیقتاً همینطور که شنیدیم از آرش جان، خداوند ما حقیقتاً از مردگان برخواسته. میتونیم اینو یه بار دیگه اعلام کنیم؟ حقیقتاً از مردگان برخواسته. از قلب پر از رحمت او در چنین روزی شروع به تپیدن کرد. سلول ها، میلیون ها سلول مرده و فرسوده او که داشت به فنا میرفت شروع به زنده شدن کرد به خاطر من و تو. و زنده شدن عیسی مسیح، رستاخیز عیسی مسیح از مردگان فقط یه واقعه روحانی هرگز نبوده و نیست. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 15 میگه لیکن به راستی حقیقتن بالفعل مسیح از مردگان برخاست و نوبر خابیدگان شد و آنچه که گفت، آنچه که اعلام کرد، آنچه که پیشگویی کرد به وقوع پیوست. او بر مرگ و گناه ظفر یافت و به جلال و به شکوه آراسته شد و ما امروز میتونیم از فاتحانه پیروزمندانه اعلام کنیم که این مرگ، قدرت تو کجاست؟ ظفر تو کجاست؟ و این گور، پیروزی تو کجاست؟ میتونیم اعلام کنیم عزیزان؟ چون عیسی مسیح رستاخیز پیدا کرد، میتونیم بگیم این مرگ، نیش تو کجاست؟ بزرگترین ترسی که دنیا داشت قبل از اینکه ما تولد تازه بیابیم، تک تک ما ترس از مرگ بود و ما امروز میتونیم اعلام کنیم که این مرگ نیش تو کجاست و این قبر ظفر تو کجاست. عزیزم تمامیت حیات کلیسا، تمامیت هستی کلیسا، میخوام بهتون بگم مثل یک تنابیه که به قیام عیسی مسیح خداوند وصله. اگه این قیام، اگه این تناب در افکار ما، در ذهن ما، در قلب ما، در ایمان ما پاره بشه، همطور که پولس رسول گفت اگر مسیح حقیقتا بر نخواسته باطل است وضع ما، باطل ایمان شما و جمعی شما که الان اینجا نشستین و دارین گوش میکنین، اگه مسیح بر نخواسته شهود کذبه هستیم، مثل یه شاهد دروغین هستیم و جمعی انسانهای بدون مسیح بدبختریم و همین الان داریم در گناههای خودمون دست و پا میزنیم. اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته. آمین. مسیح به راستی از مردگان برخواسته. از اون واقعی مهم و بنیادین رستاخیز عیسی مسیح چنان حقیقت قوی و پرصلابتیه که در طی اعصار افراد زیادی با این واقعه مخالفت کردن، حالت عناد باش برخورد کردن، چقدر ایمان مسیحی‌ها رو هپروتی اعلام کردن.
و چقدر دشمنی کردن با رستاخیز مهیب عیسی مسیح خداوند. ولی تاریخ داره گواهی میده که تمام این مخالفین به زیر افتادن، ولی هرگز و هرگز پایه های محکم رستاخیز عیسی مسیح نلرزید و فرو نریخت. آمین. به دلیل اینکه امروز هم تمامی نشانه های رستاخیز عیسی مسیح رو در بدن مبارکش میبینیم، در تک تک شماهایی که تولد تازه یافتین میبینیم. انسانی که در گذشته در تاریکی بود، در ترس بود، در گمگشتگی بود، در سرگردونی بود، در نفرت بود، در قدرت نداشتن بخشیدن بود، در آزردگی به سر می برد، ولی با تولد تازه، با وصل شدن به مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند، انگار در یک حیاتی نو بر می خیزه. تعمیر نمیشه ها، یه خلقت تازه، یه حیات تازه بر می خیزه. انگار در اون طبیعت کهنه در ذلت خودش مونده بود، ولی در وصل شدن به مرگ و قیام عیسی مسیح در عزت بر می خیزه. در ضعف مونده بود انسان بدون مسیح، اما در قوت بر می خیزه. عزیزان این حقیقته. هرچند که کماکان تمامی این تحولات رستاخیز عیسی مسیح خداوند رو در بازگشت او به کمال خواهیم دید، ولی انسانی که به عیسی مسیح وصل شده، آغاز خلقت تازه، آغاز بهاری تازه رو شروع کرده و داره به کمال میرسونه. آمین؟ چرا که مسیح حقیقتاً برخواسته. عزیزان عیسی مسیح از مردگان برخواسته، ولی خوشبختانه، خیلی خوشبختانه، چون تو نمیتونی او رو در آغوش بگیری، چون تو او رو نمیتونی محدودش کنی، چون تو نمیتونی از او زیارتگاه بسازی، حتی در چند صد متری فرسنگ، چند صد کیلومتری اورشلیم رو چراغونی کنی، چون نمیتونی او رو در یک عمارت، در یک ساختمون محدودش کنی، از او یک قهرمان بسازی، دور مقبره و زیارتگاه بچرخی، بگی آقا عیسی چی کشیدی روی صلیب، چون نمیتونی. عزیزان برای همین واقعه مهیب عیسی مسیح خداوند رستاخیزش ممکنه برای تو غیر واقعی باشه، اما عزیزان خبر خوش اینه او ساکت و آروم و خاموش یک شنبه صبح زود قبل از اینکه خورشید طلوع کنه، در حالی که محکم کفن پیش شده بود، در حالی که در یک قبری او رو خوابونده بودن، در حالی که سربازان خیلی قوی و غیور بر در قبر پاسبانی می دادن، پاسداری می دادن و سنگ قبر رو مهر موم کرده بودن، در حالی که دولت روم تمامی حواسش به این نقطه از شهر اورشلیم بود، اما عیسی مسیح خداوند از مردگان برخاست. عیسی مسیح خداوند حقیقتاً از مردگان برخاست. و قسمت مهم این واقعه عظیم که یه اصل دفاعیاتی و بسیار مهمه برای کلیسا، عزیزان، که او فقط بر نخواست غیب شه، بره آسمون، محو شه، بلکه 40 روز با شاگردان به طور عینی و حضوری ملاقات کرد، از پادشاهی خودش صحبت کرد، از بازگشت خودش صحبت کرد، با شاگردان خورد و نوشید و با حقایق بسیار و برهان قاطع ثابت کرد که حقیقتاً از مردگان برخواسته. آمین. تجربه عیسی قیام کرده از آن امروز هم برای من و تو فقط یک دروس الهیاتی نیست، یک موعظه نیست که بشنوی، یک مکاشفه تاریخی نبود و نیست، یک ایمان ساده و هپروتی نیست، از آن هرگز نبود و نیست،
قیام عیسی مسیح خداوند یک تجربه وجودیه، یک تجربه عینیه، یک تجربه شخصیه. انقدر این تجربه مهمه، انقدر این تجربه برای تک تک ما امروز مهمه که در طول تاریخ و قبل از اینکه تاریخ مسیحیت شروع بشه، شاگردان عیسی مسیح هر کدوم وقتی با عیسی مسیح ملاقات کردن، این تجربه حضوری و شخصی رو داشتن، چنان از درون متحول شدن که تمامی زندگی اونا دگرگون شد. نه فقط دگرگون شد، بلکه با شادی، با افتخار جان خودشون رو برای عیسی مسیح دادن. آمین. اما با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه، نیست؟ امروز میخوایم ببینیم رستاخیز عیسی مسیح چه مواهبی، چه تأثیراتی، چه نتایجی برای این لحظه ما داره، برای امروز ما داره. مشتاق هستین که بشنویم عزیزان؟ مشتاق هستین؟ همجور که حقیقتا من همیشه میگم اون شاگردان یه احساسی نبود، یه چیز بیرونی نبود، فقط میتونم بگم یه عروج درونی بود، اون عروجی که هرگز شریعت نمیتونه به متشرعین خودش بده، هرگز نمیتونه، حکی تحول درونیه. و امروز خداوند ما اینجا زنده است و قادر این تحول وجودی رو در تک تک ما به وجود بیاره. در یوحنا 10:10 میگه من آمدم تا ایشان حیات بیابند، نه فقط حیات بیابن و آن را زیادتر حاصل کنن. چی داره میگه؟ اون نیومد یک دین تازه بده، یک فرامینی به شما بده، یه مقررات مذهبی به ما بده. خوشحال هستین عزیزان؟ چون که انسان به اینا احتیاجی نداره. انسان خسته، انسان داغون، انسان پر از کسالت و دلزدگی از مذهب به این چیزا احتیاج داره؟ انسانی که در غم و اندوه و حسرت‌های خودشو فقط اگه خیلی به حال خودش خوب بکنه میتونه با روانشناسی در درون خودش انکار کنه یا تو پستوها قایم کنه. انسانی که در ترس‌های متفاوت زندگی میکنه، در سردرگمی، پریشانی، شک، آیا یه دین، آیا یه مقررات مذهبی میتونه یه انسانو زنده کنه مثل عیسی مسیح زیست کنه؟ هرگز عزیزان. در صلیب عیسی مسیح این حیات به انسان گمگشته داده شد، ولی در رستاخیز مهیب و پرشکوه عیسی مسیح این فراوانی حیات به وفور به انسانها داده شد. آمین. اولین شخصی که از این فراوانی حیات متلذذ شد و جانش آرامی گرفت، به جای سردرگمی، ترس، غم و اندوه، عزیزان از شادی پر شد و این شادی رو مثل یک سرچشمه‌ای به دیگران منتقل کرد. مریم مجدلی است. در یوحنا باب 20 آیه 15 میگه مریم که فقط انگار تا صلیب گیر کرده بود، صبح زود سحرگاهان قیام دوید که بره سر مقبره عیسی مسیح خداوند. وقتی که رفت دید نیست عیسی مسیح، اصلا باورش نمیشد، اصلا به فکر اون همه صحبت‌ها و پیشگویی‌هایی که شده بود که عیسی مسیح از مردگان برمیخیزه اصلا حواسش نبود. فرشته‌ها با او صحبت کردن. در انجیل لوقا یه زاویه دیگه میگه که او چرا مردگان رو، چرا زندگان رو در میان مردگان جستجو میکنی؟ به مریم میگه اینجا نیست، فقط نمیشنوه. تو انجیل یوحنا فرشته ها بهش میگن چرا گریانی؟ میگه خداوندم رو میخوام، بگین خداوند من رو کجا گذاردند تا برم اونو برش دارم. از اون میشناسین حسو؟ انگار او دنبال این عزیز جانش میگشت که فکر میکرد بهترین کار اینه که بره اون رو دفن کنه و یه عزاداری حسابی براش را بندازه. بعد از اون مریم صدای
مقتدر و پر از محبت عیسی رو شنید. دنبال چه میگردی مریم؟ که را میطلبی؟ اول فکر کرد که باغبانه. دوباره گفت ای آقا بگو او را کجا گذارده ای که برم او را برش دارم. و بلافاصله مریم وقتی که صدای عیسی رو شنید او رو شناخت. عزیزان صدای محبوب جانش رو شناخت. و بعد ادامه داره، من برای اینکه طولانی بشه اینا رو نمیخونم، فقط تشویقتون میکنم یوحنا باب 20 لوقا باب 24 رو بخونید که فقط شنیدن صدای عیسی مسیح چه تحولی در او به وجود آورد. اینکه فهمید او برخواسته، دید، لمس کرد، نگاه کرد با چشماش و مریم دیگه اون مریم قدیم نبود، بلکه با شادی اولین مبشر زن تاریخ بشریت رفت به شاگردان گفت حقیقتاً عیسی مسیح برخواسته. آمین. چون که عزیزان صدای او یه آوای تو خالی نیست، فقط صدای او تاریکی رو از نور جدا میکنه. صدای او، صدای او پر از خاصیت الوهیت داره، می آفرینه در ما امید و شادی رو. صدای او عزیزان، نوای صدای او، تنین صدای او حکم میرانه بر هر غم و اندو و هر ترس و هر نگرانی که الان در وجود شما، در ذهنهای شما داره موج میزنه. همین امروز میتونه این صدا بر هر حس منفی که در شماست غلبه کنه. و بعد از اون عیسی به ملاقات شاگردانی میره که ترس یهود تو بالاخونه رفته بودن، خودشونو پنهان کرده بودن. عیسی مسیح میدونست الان نیاز اینا چیه. پر از ترس بودن. کلام خدا میگه عیسی مسیح رفت وسط اونا و گفت سلام بر شما. سلام بر شما. با این سلام ما ایرانی ها آشنا هستیم، نه؟ سلام علیک خیلی دلمون میخواد بکنیم، خیلی هم میکنیم، حالا احوال خیلی میکنیم. ولی عزیزم میخوام بگم سلام علیک عیسی مسیح خداوند یه سلام علیک عادتگونه نبود. گاهی ممکنه ما سلام بگیم به هم دیگه، واقعا شاید تو قلبمون سلامتی نباشه و شاید تلخی باشه نسبت به حتی اون شخصی که داریم باش سلام علیک میکنیم. حال چطوره؟ همین دیروز بود تو آشپزخونه، خیلی جالب بود. بچه‌ها داشتن غذا آماده می‌کردن، ساندویج آماده می‌کردن. یکی از این بچه‌ها به اون یکی گفت سلام، حالت خوبه، چطوری؟ منم وایساده بودم. اون یکی داشت جواب میداد از صبح حالم اینجوریه، حالم اصلا خوب نیست. ولی اون که داشت سوال کرد شروع کرد سوسا رو ریختن و کار مشغول شدن. اصلا نمی‌شنید. اگه تو پرسیدی حالت چطوره باید گوش کنی. نیست؟ من رفتم زدم به شونه عزیز گفتم ببین مگه تو نپرسیدی حالت چطوره؟ حداقل گوش کن، حداقل گوش کن، داره حالشو برای تو تعریف میکنه. خدا رو شکر ما خادمی و هم تو اعضای کلیسا در فضایی هستیم که خیلی راحت بدون دلخوری میتونیم با هم صحبت کنیم. این داستان من و توه عزیزا، همه ما. اما میخوام بگم سلام این شاهزاده سلامتی وقتی اعلام میشه تمامی هستی، تمامی کائنات باید به این سلام سرور سلامتی واکنش نشون بده، همینطور که شاگردان واکنش نشون دادن. سلام یه الماس بی قیمت وقتی صداش به گوش ما میرسه، هر آنچه که در کل سیستم هستیه، هر آنچه که الان پرگویی های منفیه در ذهنتون، عدم باور، شک، خیالاته، به سلام این سرور سلامتی باید به زانو در بیاد و سلامتی رو دریافت کنه. آمین. عیسی عمیق‌ترین نیاز این شاگردان میدونست. میدونست اونا در روح ترس گیر کردن. عیسی میگه وسط اونا اومد. عیسی مسیح خداوند در حاشیه های زندگی ما قرار نمیگیره، یه پیامبری رو نمیفرسته، بلکه خودش میاد وسط مشکلات ما. آمین. امروز هم
ممکنه کلیسای عزیز و محبوب خداوند، همجور عزیزانی که دارن این پیام گوش میدن، با هزار و یک ترس روبرو شده باشن. ترس از خطر، بیماری، آینده، نمیدونم مرگ. الان روح مرگ مثلا ایران چقدر فرا گرفته. وضعیت پناهندگی عزیزی بود، چقدر نگران بود. الان دعا کنی برای اقامت من. شاگردانم زیر تسلط شرایط گیر کرده بودن، از یهودیان متعصب میترسیدن. خداوند اونا قیام کرده بود، قدرت آسمان و زمین در دست خداوند اونا بود و اونا خودشون رو قایم کرده بودن و عیسی مسیح شالوم رو روی اونا اعلام کرد. و امروز هم خداوند میخواد همینجا سلامتی رو روی شما اعلام کنه. شالوم خداوند بر شما باد عزیزان، سلامتی بر تک تک شما باد، سلامتی بر کسی که داری میشنوی. الان شاید تو خیابونی، تو هیاهوی کوچه ها و خیابون ها هستی تو ایران، میخوام به تو بگم سلامتی بر تو باد، شالوم خداوند بر تو باد. شاید در ترسی، شاید در بیماری هستی، شاید در حسرت‌های پنهان هستی، آهایی هستی. خداوند حیات، خداوند صاحب فراوانی سلامتی و حیات به تو میگه سلامتی بر تو باد. اگه جایی تو در درد روحت، روان جسمت، عزیزان دستتو بذار همون قسمتی که درد میکنه. تو سه تا عزیز بودن که درد میکشیدن، همین الان دستای تو این دو روز گوش کردیم، تو فرزند خدایی، روح خدا در توه، بذار همون قسمت سلامتی بر تو باد، سلامتی و تمامی ابعادش بر تو باد. آمین. و عیسی پس از رستاخیز افراد خیلی زیادی رو با نیازهای متفاوت، الان شما که روی صندلی نشستین چقدر ممکنه احتیاجاتتون، دردهاتون، ترساتون، مشکلاتتون با هم فرق داشته باشه. شاید همسرتون نتونه درد منحصر به فرد تو رو درک کنه، شاید عزیزترین کست نتونه درک کنه، و عیسی مسیح اینو میدونست. برای همین در این 40 روز به سراغ افراد با مشکلات متفاوت رفت، سراغ شاگردان این رفت این دفعه که تو اتاق بالاخونه قایم نشده بودن، پرده ها رو نکشیده بودن. عزیزان سراغ شاگردانی رفت که انقدر دلخور بودن، انقدر آزرده و انتوش بودن که میخواستن برن گم بشن. دو تا پسر عزیز و نازنین دارم که یکیشون وقتی 3-4 سالش بود، وقتی دلخور میشد، عدم نارضایتی در دلش رسوخ میکرد، کاری که میکرد میرفت آدیداساشو پاش میکرد، میگفت من میرم گم بشم، میخوام برم گم بشم. انگار فقط این چند تا کلمه رو بلد بود. اونها هم از این شاگردان از جمع مؤمنین در اون دوستی و رفاقتی که 3 سال با عیسی مسیح داشتن و چه تجربه های شیرینی، چه معجزاتی دیده بودن، ولی این شاگردان با شونه های افتاده و خالی از حیات و سلامتی، پر از دلخوری، پر از نارضایتی نسبت به قیام عیسی مسیح خداوند، مشغول بحث و مباحثه بودن. اونا داشتن از اورشلیم، این شهر سلامتی، دور می شدن به طرف دهکده امواس. اورشلیم اینجوریه، چند وقت پیش من اینو فهمیدم که از یه دهکده به یه دهکده حتی اگه نیم ساعت راهی یه آب و هوا عوض میشه. یه جایی ممکنه خیلی گرم سرسبز باشه ولی یه ده بغلی سنگلاخی و سرد باشه. و این شاگردان داشتن از تپه ها بالا میرفتن به یه دهکده که سنگلاخی و سرد و زمستونی بود. میتونم تصور کنم که با همدیگه میگفتن، چون هممون یه قماشیم، نیست انسانیم، اینم از عیسی، اینم از عیسی، فکر کردیم میاد ما رو از زیر سیطره قدرت روم آزاد میکنه، یه نظام قوی سیاسی برای قوم خدا به وجود میاره. ببین بین خودمون باشه، انگار همش حرف بود،
مثل خیلی ها. حتی رستاخیزی که این همه پیشگویی میکنه انگار توهم بود. گفت من روز سوم از مردگان بر میخیزم. اومدن شاگردا گفتن تو قبر کسی نیست، ولی هیچکی او رو ندید. عیسی همراه اونا شده بود عزیزان، داشت با اونا راه میره، ولی اونا انقدر متمرکز دلخوری ها و آزردگی های خودشون بودن که حضور عیسی رو کنارشون نمیتونستن متوجه بشن. مثل یعقوب، یادتونه شب خوابی صبح پاشید گفت یقینا خداوند اینجا بود و من ندانستم. امروز هم از اون ممکنه خدا بخواد با شما حرف بزنه، ممکن نیست، بلکه 100% ایمان دارم بخواد یک شفا، آزادی، یک روشنایی، یک تنویر ذهن به شما ببخشه، ولی شما ذهناتون جای دیگه باشه و متوجه نباشین که عیسی از طریق این پیام میخواد با شما حرف بزنه. و عیسی مسیح به صدا در اومد، گفت چه حرفایی که با هم دیگه میزنیم، چه چیزایی به هم میگیم. من یه موقع با بچه ها شوخی دارم میگم چه به روزتون اومد؟ چی داریم میگین؟ چرا دلخورین؟ عیسی مسیح میگه چرا این راه و این سفر زندگی رو اینقدر با جهر و بحث و مباحثه دارین میپیمایین؟ و عیسی مسیح دید تنها نیاز اونا نه اول دم هستی بخش او، بلکه شروع کنه کتب رو برای اونا تفسیر کردن. و از این موقع ما نیاز داریم بارها یه چیزی رو بشنویم. و عیسی مسیح که درکش از نیاز این شاگردان عمیق بود، شروع کرد کتب رو برای اونا تفسیر کردن. از اشعیا 53 گفت که به دنیا اومدم، مرگ، قیام، صعود، جلال عیسی مسیح. از ارمیا باب 31 گفت، از مزمور 22 گفت، از زکریا گفت، از ملاکی گفت، از تمام کتبی که تصویر او رو به زیبایی داشتن به نمایش میذاشتن صحبت کرد. چون میخواست به اونا بگه عزیزان که نیاز اونا فقط نجات نیست و پیروزی برای یک امپراتوری نیست، اون اومده روح انسانها رو نجات بده. چون تمام کتب داره میگه که عیسی مسیح اومد که بمیره و برخیزه از مردگان تا ما انسان‌ها نجات روحانی در اول بیابیم. آمین. و شاگردان گوش کردن، بعد با او غذا خوردن، همین که نان و پاره کردن، چشماشون باز شد، تنویر ذهن پیدا کردن، از اون تپه‌های سنگلاخی زمستونی تغییر جهت دادن، برگشتن به سمت دشت‌های سرسبز درختان زیتون، اونجایی که بودن عزیزان، و به هم گفتن آیا این عیسی نبود؟ عیسی بود. وقتی کتب رو تفسیر میکرد، دل ما در اندرون ما داشت میسوخت. و چقدر با پیروزی و شادمانی دوباره برگشتن سر جایی که بودن. چه طوفانهای فکری الان در ذهن شما عزیزان، چه بتهای ذهنی، چه چیزی تو رو داره از مسیر راه و راستی و حیات دور میکنه؟ چه چیزی عزیزان؟ سفر زندگی خود رو عیسی مسیح داره به تو میگه. وقتی با هم هستین، اون دوستی ها، پچ پچ های دوستانه، چه چیزایی پر میکنه؟ چه چیزایی؟ مباحثه های تکرار تموم نشدنی، تلخی ها، آزردگی ها، نبخشیدن ها، چه چیزی داره تو رو از شهر سلامتی دور میکنه و داره به طرف عدم حیات میبره؟ عیسی مسیح امروز میخواد تو رو با این کلامش دوباره جان تو رو برگردونه. آمین. و به طرف دشتای سرسبز کلام مبارک خودش هدایت کنه. عیسی مسیح حتی تو مای شکاک و خیلی ماها میگیم ای بیچاره شک کردی. من خودم تو آخرین آیینی که رفتم آیین دراویش بود. وقتی رو یه روز رفتم پیش درویش محبوب یه سوالی داشتم، کتابایی در این خصوص میخوندم، زبدت الاسرار رو نمیدونم چند تا از این کتاب، رفتم پیش درویش محبوب زانو زدم پیش پیرمون، گفتم یک سوالی برام پیش اومده. گفت این طریقت شک، سوال شکه، هیچ سوالی نیست، یا ایمان داری یا نداری. از اون روز دهن من بسته شد عزیزان، فهمیدم پاهم تو چه تله‌ای گیر کرده.
ولی عیسی مسیح به دنبال این افرادی که حتی شک دارن سرزنش نمی کنه، میره، چون میدونه این افراد باید با حقیقت روبرو بشن. شاگردا رفتن پیش تومای شکاک، گفتن توما ما عیسی مسیح رو ملاقات کردیم، او حقیقتا برخواسته، ما باش غذا خوردیم، کتب رو برای ما تفسیر کرد، نان رو با ما پاره کرد. توما گفت تا صبح بشینیم بگیم، تا من عیسی مسیح رو نبینم، دستان بر جای میخوای او نذارم، دستم بر پهلوی او نذارم، سوراخ شده او، هرگز باور نمی کنم. تا من یه خواب نبینم، تا یه معجزه برام نکنه، نیست؟ باید یه چند کاری بکنه، باید خودشو به من نشون بده تا من ایمان بیارم. و عیسی مسیح رفت پیش تومای شکاک، گفت توما بیا دست تو بر جای زخمای من بذار، بیا دست تو بر پهلوی من بذار. و توما رفت رو لمس کرد و او به رو افتاد. ای خداوند و ای خدای من، ای خداوند و ای خدای من، چه لحظه پرشکویی که او رو ملاقات میکنیم، نه فقط به عنوان یه پیامبر، یه کسی که آرزوهای ما رو اجابت کنه، نیست، بلکه به عنوان خداوند و ارباب زندگی خودمون، صاحب اختیار زندگی خودمون. اون موقع است که تسلیم میکنیم تمامیت وجود خود رو به او. عیسی مسیح گفت تو ما بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسی که ندیده به من ایمان بیاره، خوشا به حال کسی که بدون معجزه، بدون که خدا بخواد به او چیزی رو ثابت کنه، به او ایمان بیاره. خوشا به حال او که وقتی ایمان میاره، در یوحنا باب 11 این آیه اومد تو ذهنم، ایمان بیار عزیزی که داری میشنوی، ایمان بیار. اینجا مذهب نیست تو کاری برای خودت بکنی یا چیزی رو دریافت کنی، ایمان بیار تا جلال خدا رو در زندگی خودت ببینی. آمین. امروز اگه شخصی هستی که ذهنت پر از قانونمندیه، عیسی تو رو تحریم نمی کنه، سرزنش نمی کنه، اگه غیر قابل تصور قیام عیسی مسیح و میگی من باید عیسی زنده رو ملاقات کنم، من باید خودم با چشمای خودم با دستای خودم، شاید امروز این هستی عزیز من، عیسی تو رو نکوهش نمی کنه. میخوام یه خبر خوش بهت بدم، تو امروز میتونی عیسی زنده رو ملاقات کنی، نه فقط امروز، هر روز، هر وقت که به بدن عیسی مسیح وصل میشی، کلیسا بدن روحانی عیسی مسیحه، تو بدن عیسی مسیح رو لمس کردی، هر وقت که با زخما و دردهای دونه دونه این بچه ها که ایمان رو بردن بدن مبارک عیسی مسیحن، عجین میشی، خدا روح شفاعت و درد اونا رو در قلبتون میریزه، زخمای اونا رو، رنجهای اونا رو متوجه میشی، تو بدن مبارک عیسی مسیح رو لمس کردی. هر وقت که به عشای ربانی نزدیک میشی، به این میز مبارک ماهیه باره که عیسی مسیح گفت اگه خون و بدن منو نخوری نصیبی از من نداری، تو بدن عیسی مسیح رو لمس کردی. هر وقت که در مشارکت و هم نشینی قوم خدا در اون رفاقت قرار میگیری با تمام ضعفا، عزیزان، تو بدن عیسی مسیح رو لمس کردی و هر آن شکای تو به یقین تبدیل میشه، چون که عیسی مسیح خداوند خودش فرمود هرگاه دو یا سه نفر در نام من جمع شوند، هر آینه عیسی زنده خودش گفت که من در بین آنها هستم. آمین. چون خداوند حقیقتاً برخواسته. آمین. این زنده همیشه جاوید برخواسته و امروز در بین ماست و
و عزیزی که ایمان نداری، هنوز تولد تازه رو تجربه نکردی، ممکنه در بین ما باشی عزیزان و هر نیازی، شاید نیاز تو اینه که این چیزایی که میگیم خودت تجربه کنی. عیسی مسیح امروز میخواد در زندگی تو زنده بودنش رو آشکار کنه. خود عیسی مسیح در یوحنا باب 11 آیه 25 میگه من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد، مرده روحانی در مذهب، عیسی مسیح میگه زنده میشه. هر که مرده باشد زنده میشه عزیزان، هر که مرده باشد زنده میشه. از دنیا چی میترسه؟ انسان بدون عیسی از چی مضطرب و پریشانه؟ بزرگترین چیزی که انسان میترسه از مرگه. ولی عیسی مسیح میگه اگه به من ایمان بیاری، اگه کلام و احکام منو باور کنی، هرگز در داوری قرار نمیگیری، هرگز از فشار قبر قرار نمیگیری، هرگز انکر و منکر، این چیزایی که مغز تو رو پر از ترس کرده، بر تو قرار نمیگیره، بر تو قرار نمیگیره. انگار که این معلمی به شاگرد خودش بگه ببین عزیز جان، بدون امتحان نهایی قبولی، فقط بیا، فقط بیا دامن ردای منو بگی، بله بگو به من تا جلال خدا رو ببینی. آمین. آمین که امروز عزیزان، امروز که دعا می کردم خیلی قوی پیامو دریافت کردم که خداوند قیام کرده، همطور که به شاگردان نه فقط گفت سلامتی بر تو باد، بلکه دمید با دم هستی بخشش بر اونا. و خداوند امروز میخواد بر کلیسا، همون شروع پرستش دم هستی بخش مسیح رو تجربه کردیم عزیزان، هممون نیست؟ و خدا داره کار خودشو به کمال میرسونه. میخوام دعوت کنم عزیزان، این نان حیات کلام خدا باید امروز خورده بشه با دعا، باید هضم بشه در جانهای ما، نیست؟ دست خالی نرین خونه. اگه امروز کسایی بین ماست مثل مریم ترسان هستن، اشکبار هستن، پر از غم و اندوه و ناامیدی هستن، خداوند میگه بیا جلو، قدم ایمان بردار، بیا جلو. اگه کسی هست پر از ترسه، هر گونه ترسی، از عدم قبولی، نمیدونم زبان بلد نیست، ترس از بیماری، ترس از مرگ، ترس از عدم درک، خداوند تو رو دعوت میکنه که بیای جلو. اگه کسی در بین ماست که خیلی دلش میخواد آزادی و رهایی رو از تلخی، دلخوره، دلخوری تجربه کنه، عزیزان خیلی از ماها دلمون میخواد ولی قدرتشو نداریم، عیسی مسیح خدا من امروز میخواد با دم هستی بخشش، قوت قیام عیسی هر ضعفی رو به قوت تبدیل کنه. آمین. چون نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح القدس. دعوت کلام خدا از شما کلیسای عزیز، همینطور کسایی که به عیسی مسیح ایمان ندارن، بیاین جلو، قدم ایمان بردارین که با هم دعا کنیم. آمین. مرسی پدر جان. خداوند تو گفتی، تو وعده دادی که امروز نیاز کلیسای تو نه فقط خداوند یک کلامیه که انسان ها خیلی کلام میگن، پدر میخوام بگم خسته شدیم از شنیدن، خسته شدیم خداوند، خسته شدیم از شنیدن، خسته شدیم از دیدن. واعظ این خیلی سخن ها میگه، همین امروز من ممکنه همه حرف باشه، صوت باشه، خداوند فقط میخوام بگم اگه تو به میان نیای خداوند، اگه تو خودتو برملا نکنی امروز طبق وعدت، خداوند همه حرفای ما بیهوده است، فقط خستگی رو خستگی میاره، کسالت رو کسالت میاره. ای خداوند دعا میکنم اول برای کسایی که مرده های روحانی هستن، خداوند یه نفسی میکشن، تراوت و شادی از اونا رفته، خداوند دعا میکنم که دم هستی بخش تو خداوند بر اونا دمیده بشه. از اون حتی اگه جلو نمیای بیست،
در جای خودت بیست، ایمان داشته باش که خدا به این ایستادن تو احترام میذاره. نباده که خداوند در کنار تو عبور کنه و تو بگی من ندانستم. امروز هیچ کس نباید دست خالی از اینجا بره. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم خداوند، کسایی که چشماشون عشق باره، شاید پنهان در دردهای دست و پا میزنن، عشق میریزن مثل مریم خداوند، و به کمترین راضیان. فقط تو خدای قیام کرده بیشترین رو میخوای. دعا میکنم که دم هستی بخش تو همین الان بوزه خداوند، جاهایی که بیماریه، جاهایی که خداوند روح روانها خداوند پر از افسردگیه، در چاهای عمیق ناامیدی افتادن، ای پدر اعلام میکنم پیروزی تو رو و قوت قیام تو رو که امروز میتونه با دم هستی بخشش هر ناامیدی رو به امید تبدیل کنه، هر بیماری و ضعف رو به قوت و شفا تبدیل کنه، آمین، هر شک رو به یقین تبدیل کنه، هر بی ایمانی و ایمانایی که فلجه تو این زمان ها دو سه ساله عزیزان که کلیسا داره لنگان جلو میره، در نام عیسی مسیح دم هستی بخش خدا بر تو بوزه و همین الان شفا، آزادی، تراوت، شور، اشتیاق و قلبهای تو دمیده شه در نام عیسی مسیح. خدا من کسایی رو خدا من روی شونه های ایمانمون بلند میکنیم که احساس میکنم چند نفری هستن که قدرت بخشیدن ندارن و خاطرات گزنده در ذهنشون داره مرور میکنه، از پدر، از مادر، این دروس سمینار عالی بود، از نزدیکترین کسشون میخوان ببخشن فقط نمیتونن. امروز دم هستی بخش عیسی مسیح قادره این فقر روحانی تو رو به قناع تبدیل کنه در نام عیسی مسیح خداوند. برای کسایی که میخوان قلباشون رو به عیسی مسیح بسپارن اعلام کن ای خداوند، با من دعا کن ای خداوند، ایمان دارم که تو روی صلیب برای گناهای من مردی و در قبر رفتی و روز سوم برخواستی، ایمان دارم و من ایمان دارم به مرگ و قیام تو و به صعود مبارک تو. خدا من میخوام به تو بگم من برای خودم با اعمال صالحه و صدقات و هر کاری که بکنم نمیتونم اون آرامش، اون سادگی درون، اون معصومیت که تو میخوای در حضور تو داشته باشیم ای خداوند به دست بیارم. فقط میخوام به مرگ و قیام تو ایمان بیارم، خودمو به تو بسپرم، این شاه شاهان، این سرور سلامتی، که تو سرنوشت منو در دستات بگیری و اعلام کنم که تو پیامبر نیستی، تو یه معلم نیکو نیستی، تو خدا و خداوند من هستی در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. همینطور که ایستادین سرود پیروزی رو با هم میخونیم.